درود بر بینندگان گرامی، مهران ملکی هستم. برنامه ناگفته های تاریخ رو از شبکه جهانی تلویزیون ایران نارایی به طور زنده از طریق اسکایپ اجرا میکنم. امروز شنبه 19 فوریه مطابق با 30 بهمن ماه هست. حالا خوبه که بهمن ماه تموم شد. از این بهمن ماه زیاد خوشم نمیاد خاطر این انقلاب سیاه که واقعا خونالود، چی بگم، که این همه واقعا کشدار کردن تا امروز. ولکن که نیستن اینا، اصلا جنایت بخشی از زندگیشونه، بخشی از زندگیشونه. جنایت، فحشا، اصلا اینا رحم تو دلشون ندارن. یعنی این آدم های، حالا نه فقط آخوند، اینهایی که تندروهای مذهبی هستن، اینها حقیقتا هیچ رحمی تو دلشون ندارن. خیلی سنگدل میشن، نمیدونم چرا اینقدر قسی القلب میشن، خیلی خیلی قسی القلب و بیرحم میشن و نمیدونم طرف رو میزنن و میکشن. اینا که اگر که به هر حال مسلمان نباشه که به خیال خودشون ثوابم کردن و جاشون در بهشته. و این مذهبم واقعا تمام دستوراتش بر همین پایه است: بزن، تجاوز کن، به غارت کن، بکش، اینا همش همین است دیگه. یعنی اینها انقدر بی وجدانن که مثلا میگه که آخونده معروفه، میگه که سکس با زن شوهردار، نه؟ بعد ببینید چه جوری تعریف میکنه. بعد میگه که البته زنی که شوهر داره نباید آدم باهاش هم خوابگی کنه، ولی اگر که در میدان جنگ زنی باشه که با شما به جنگ بخواد بکشدت، حالا کدوم زنی تا حالا رفته تو میدان جنگ؟ اونم در اون دوره. حالا این که خبر نداره از تاریخ ما که ما زنان سردار داشتیم، ارتشی داشتیم، ولی به هر حال میخواد تو رو بکشه. بعد اونو وقتی که شما به اسارت میگیری، اون همون دقیقه طلاق از طرف خداوند جاری شده و او به تو حلاله، محرمه، میتونی باهاش همون موقع بخوابی و داشته باشیش. اینو برامی. خب مردک، شماها که میرفتین به اونا که تو جبهه بودن که هیچی، شما میرفتین به خونه های مردم حمله میکردین، غارت میکردین، زنان و دخترانشون، حتی پسر بچه هاشون هم میگرفتین، بهشون تجاوز میکردین. اون زنی که از تو خونش میگرفتین میابردین، اون که دیگه تو میدون جنگ نبوده دیگه. از چرا تو قرآن چی نوشته؟ نگفته اگه تو میدون جنگ، گفته زنی که به اسارت میگیرین اسیر تو میشه، تو میتونی باهاش بخوابی، حالا چه شوهر داشته باشه چه نداشته باشه. حالا اینا رو تو اضافه میکنی بهش که بخوای یک مشروعیتی به این موضوع بدی، بازم مشروعیت نمیتونی داده بشه، داده بهش نمیشه، چون جنگ دارین، بزن بکشش تو جنگ، نخواستی گرفتیش بکشش، چرا تجاوز بکنی؟ صیغه طلاق همون زمان جاری میشه. پس اونی که میری تو خونش ورش میداری میاری میدوزیش چی؟ الان این داعشی ها چقدر از این ایزدیان بیچاره رو، زنان و دخترانشون رو رفتن از توی خونه هاشون حمله کردن، شوهرای اینا رو کشتن، بدبخت ها رو، زناشون هم گرفتن بهشون تجاوز کردن، اونایی هم که مسنتر بودن نفت ریختن روشون، آتیششون زدن زنده زنده. اینه واقعیت این مذهب. خود خمینی هم میگه چرا همش آیات نماز و نمیدونم رحمان و این چیزها رو میخونین، آیات قتال رو بخونین. خب راست میگه، واقعیت رو بخونین، بذارین مردم بفهمن چی به چیه. حالا ببینید آخونده این چقدر حق بازه واقعا، خیلی هم معروف. حالا اسمش دفعه یادم رفت، برحال مهندس سیاوش خان، لطف بفرمایین شماره 1 هستش. خیلی ممنون میشم. سکس با زن شوهردار، با زن شوهردار هم نمیشه ازدواج که، خوش شوهر داره دیگه. ولی محسنات، محسنات، محسنی چند تا معنی داره، یکیش زن شوهرداره. ولی محسنات من النساء
از افرادی که خانمایی که شوهر دارن نمیشه بگه ازدواج کنن الا ما ملکت ایمانکم، مگر او زنایی که شوهر دارن ولی تو جبهه شرکت کردن و کافرن و شکست خوردن و اسیر شدن. اگر شما در جبهه یه زنی دیدی که این زن شوهر داره ولی تو جبهه آمده شما رو بکشه ولی شکست خورد و شما رو نکشه، شما رو اسیر کردی، این زن همین که اسیر شد این اسارت مثل طلاق مونه، از شوهرش جدا میشه و وقت شما میتونی به عنوان کنی ببریش منزل و مثل همسر باش باشه، چون اسارت به منزله طلاق هست. به قول مهندسی همشقان گرامی واقعا خیلی ایشون نکته بین و تیز بین هستن. گفتن خب پس اگر اینطور باشه جنگ ایران و عراق هم، عراقی ها که حمله کرده بودن به ایران به زنان و دختران ما تجاوز میکردن، باید تجاوز میکردن چون اسیرشون بودن دیگه. صیغه عقد جاری شد دیگه، حمله کردن به ایران، جنگیدن، زنان دختران ما رو بگیرن ببرن یا همون موقع بخواش باشون هم بستر بشن تجاوز بکنن، اون بهشون حلاله، حرام نیستش. واقعا که چه میخواد مسمالیش هم بکنه اگه چون زنه میخواد بکشتت، اگه دیگه بگیری شوهرم داشته باشه سقن. اونایی که میرین تو خونه هاشون برمیدارین میارین چی؟ حق باز دروغگو. مگه صفیه صفیه یه هم چیزی از یهودیان مدینه که حمله کردن محمد ابن عبدالله با علی ابن ابی طالب حمله کردن به مدینه و به این همین قلعه خیبر و اینا این یهودی ها رو کشتن، مگه صفیه رو که گرفتش زن خودش کرد یا هرچی گرفت با خودش آورد، مگه در همون روز پدر برادر و شوهر او رو کشته بود و در همون روز به این زن تجاوز کرده بود؟ هر حال حضورتون از کنم که بعد شما ببینید هی میگم موی سرتو بپوشون، نمیدونم سرت پیدا نباشه موش، حجابتو رعایت کن، نمیدونم رو بنده ببند، مچ پات بیرون نیفته، کف دستت بیرون نیفته، نمیدونم چشت بیرون نیفته، بعد اون وقت صیغه رو ای درست کردن. واقعا فاحشه‌گری اسلامی. یعنی چی؟ زنه الان با طرف میخوابه مثلا صیغه یه ساعته بوده، یه پشتش با یکی دیگه میخوابه، پشتش با یکی دیگه میخوابه، خب این چی شد؟ از اون طرف میگی که زن وقتی شوهر میگیره از شوهرش طلاق میگیره تا 3 ماه باید عده نگه داره که مبادا حامله باشه، نه؟ ولی از این طرف این صیغه هر 20 دقیقه یه رو بیه درفه با یکی بخوابه اشکال نداره. این از فاحشه‌گری هم بدتره. آخه این چیه که بهش مجوز قانونی هم دادیم؟ اون وقت عربای عراق و نقاط دیگه بیان با زن و دختر ایرانی بخوابن، درست مثل قادسیه اول، جنگ قادسیه، قادسیه دومه، زن و دخترها رو آوردن اونجا. وقتی که یک زن بیاد وقت راجب صیغه شدن تبلیغ بکنه و تشویق بکنه و میگه که تو باید کاری بکنی که هم اون طرف نهایت لذت رو ببره از همخوابگی با تو، هم خودت نهایت لذت رو ببری، خاک بر سر، چقدر بی‌شرفین شما؟ چجوری شما یه جامعه رو اینجور کثیف کردید و به فحشا کشیدید و هر کاری که
تونستید کردید که واقعا این جامعه واقعا بسیار بسیار متفاوته با جامعه دوران محمد رضا شاه. ناراحت نشید، عصبانی هم نشید، همیانان ما به ویژه نسلی که پیش از انقلاب رو ندیدید بعدا به دنیا اومدید، واقعا در گذشته در دوران محمد رضا شاه و رضا شاه، دوران رضا شاه هم جامعه وقت خیلی خراب شده بود، چون در عهد قاجار خیلی از نظر اخلاقیات مردم اخلاقیات رو از دست داده بودن، ملاحظه میکنید؟ و برای همین هم رضا شاه وقتی که ایران رو در واقع مجلس شورای ملی قاجار رو خلع کرد و رضا شاه رو پادشاه ایران اعلام کرد، رضا شاه وقتی شروع کرد به سازندگی ایران دائما میگفت اخلاق عمومی رو چه کنم که فاسده. حالا همون کار کرده دوباره این حکومت. واقعا در دوران محمد رضا شاه مردم به هم کمک میکردن، یکی مثلا چه میدونم میخورد زمین یا سرش درد میکرد یا همسایت یه چیزی میشد، همه میریختن به هم دیگه کمک میکردن، رسیدگی میکردن. اینجوری نبود وضعیت اصلا. اصلا من میبینم که متاسفانه خانوم ها، همیانان عزیزم، زنان و دختران که واقعا براشون بسیار ارزش و اهمیت قائلم، چون واقعا تو این رژیم نهایت بی‌عدالتی رو در حق زنان و دختران میکنن، ولی شما خواهش میکنم اون شخصیت خودتون رو حفظ بکنید. واقعا در حتی عصبانی میشید، دعوا میکنید، الفاظ رکیک به کار نبرید، مثل چه میدونم مردای بددهن لات اینجور صحبت نکنید. برای خودتون، برای شخصیت خودتون ارزش قائل باشید، احترام قائل باشید. وقتی شما خودت برای خودت احترام قائل بشید، دیگران هم مجبور میشن که احترام قائل بشن. حرفای زشت و رکیک نزنید. من متاسفانه میبینم که توی ایران دو نفر که با هم دعواشون میشه، حتی تو خان بانو، حالا یکیشون هم خواهر زینب نیست، چون اون خواهر زینب خیلی بی‌تربیته، ولی دو نفر با هم سر یه چیزی دعواشون شده، یا دو تا دختر خانوم سر یه چیزی با هم دعواشون شده، یک فوشای رکیکی به هم میدن که نکنید این کارو. داد میخواید سر هم بزنید، عصبانی داد بزنید در و میخواید بگید خاک بر سرید بگید، ولی اون الفاظ زشت و رکیک رو به کار نبرید. شما یک بانو هستی، یه زن فرهیخته باش، برای خود شخصیت داشته باش، احترام قائل بشو. واقعا این رژیم چه به روز مردم مملکت ما آورده؟ حالا این زنک البته که از دولتی هاست، از فاحشه های دولته. ببینید چه تبلیغی راجب صیغه میکنه، خجالت نمیکشه. مهندس یواش خان لطف بفرمایید کلیپ شماره 2 رو اگر ممکنه بذارید، خیلی ممنون میشم. نعمت استفاده کنن. من وظیفه دارم بهترین لذت رو ببرم از این مباح و حلالی که خدا در اختیار من گذاشته و هستی در اختیار من گذاشته، و کمک کنم تا طرف مقابلم و پارتنرم هم بتونه به غایت از این موقعیت استفاده کنه و لذت ببره. و اینکه اصلا باعث شرمساری نیست، این عبادته و دقیقا یک تشرفه، یک شرافت یافتنه و این یک زیارت رفتن مراحلش، وقتی که ما خوب یاد بگیریم و بتونیم از اون خوب استفاده کنیم، لذت ببریم، لذت بدیم، و در کنار و بعد از این لذت تازه ما میرسیم به یک آسودگی ذهن که میتونیم ابعاد دیگه وجودیمونو پرورش بدیم و ارتقا بدیم، از لحاظ اقتصادی پیشرفت کنیم، از لحاظ معنوی پیشرفت کنیم، رابطمون رو با خدا بهتر بکنیم. بی وجدان، حتما طرف باید فاحشه بشه اگر ازدواج کنه با شوهرش
به هر حال همخوابگی بکنه، اون موقع دیگه ذهنش باز نمیشه، هوشیارش. ببینید چه حرفایی میزنه زنی که میگه این یک عبادت خودش، این یک شرافته، شرافت یافتنه. تو صیغه این اون بشی در به ساعت مثلا در روز با 20 نفر همخوابگی کنی، شرافت پیدا میکنی. بی وجدان، بی شرف که نداری واقعا شرف. مثل میگه مثل عبادت کردن، مثل زیارت رفتنه. زیارت رفتنتون هم همینطوره. حالا ببینید که همش مزخرفه واقعا طرز تفکر اینو. ببین خیلی متاسفم، واقعا متاسفم. از اون طرف گیر میدم به زنه به خاطر اینکه یه چند تا تار موش بیرونه یا مثلا ناخونش رو لاک زده، بگیرن ببرن شلاقش بزنن، یه پولی هم بگیرن، یه روز هم بنزن این زندان. چقدر برای بدحجابی همین چند وقت پیش میگرفتن زنها و دخترها رو کشون میندختن تو ماشین، مرد گنده خرس گنده میرفت میشست رو زنه که زنه نفس، دختره نفسش در نمیومد. حالا معلوم نشد مرد مون. چه کردن اینا با زنها و دخترها به خاطر همین روسری، به خاطر اون بساطی اون خانم مسلم خانم در آورده بود که نمیدونم چهارشنبه های سفید و اینا. چقدر از زنان و دختران ما رو، حالا چهار تاشون معروف شدن دختر خیابان انقلاب، ولی بسیار بودن که اینا گرفتن به بهانه بعد حجابی اینا رو بردن، چه بلاهایی به سرشون آوردن. وقت میگه تو بیا برو با اینو اینو اونو اون سیغه بشون، دم به ساعت بخواب، نهایت لذت ببر و کاری بکن. حالا این لغتش هم انگلیسی میگه، پارتنرت هم اون طرف مقابل تو هم که از تو کثیف‌تره و بی‌وجدان‌تره، اونم نهایت لذت ببر. این چیزی که خدا در اختیار تو گذاشته. واقعا که متاسفم، متاسفم. چه به روز تو اصلا اسم زن نباید رو تو بذارن. اصلا تو انسان که هیچی، تو اصلا معلوم نیست چجور موجودی هستی که میای این حرفا رو میزنی. یه عده کم سواد نادون بی اطلاع رو فریب میدی بکشونی به این کار. چی درست کرد جمهوری اسلامی از کشور و ملت ما؟ و از این طرف اینو میگه، از یه طرف اون آخونده میاد میره بالای منبر میگه آره چون که زنها رفتن مثل خارجی و دم رودخونه عکس گرفتن. حالا زنها بی حجاب هم نبودن، آها همین با حجاب دم زاینده رود وایسادن عکس گرفتن، رودخونه خشکیده. مردک ببین چقدر مزخرف میگه. از اون طرف میگیم بیا بریم با این اون بخوابیم ثواب میبریم مثل عبادت و زیارت. از اون طرف میگه که چون زن کنار رودخونه وایساده، حالا روسری هم سرشه، مغنه هم سرشه عکس انداخته، آب رودخونه زاینده رود خشکیده. اگه اینجوری باشه خب باید تمام دریاچه‌ها و رودخونه های کشورهای اروپایی از دم بخشکه. ببینید دیگه من از خودم نمیگم، مهندس سیاوش خان لطف بفرمایید شماره 5 اگر ممکنه کلیپ رو بذارید خیلی ممنون میشم. عکسایی رو برای من دیروز آوردن خانمای کنار همین رودخونه خشک که با این کاراشون بقیه اون بالاش هم خوش خواهد شد. باور بکنید ممکنه تو ذهنتون بیاد که و چرا کشورهای اروپایی با همه جنایاتشون انقدر بارندگی دارن؟ بله قرآن میگه ما کفار رو گوشمالی نمیدیم، حتی اگر مسلمونا دلهره پیدا نمی کردن سقف خونه هاشون انقدر پول بهشون میدادیم طلا بشه. مؤمن رو گوشمالی میده، اصفهانی رو گوشمالی میده خدا. تو چرا ساکت شدی و دخترها، زنها، مردها
کنار رودخونه عکس میگیرن مثل اینکه تو کشور اروپایی، همشو توقع داری نماینده ی ولی فقیه کاری بکنه؟ باور نکن. ببین مردک چقدر کلنده گفت، چقدر خزعبلات گفت. میگه حالا ممکنه بگید که چرا که اروپایی ها اینقدر بارندگی دارن، قرآن گفته، خدا گفته که ما کفار رو گوشمالی نمیدیم. ما برای اینکه مسلمان ها قلبشون نگیره حتی به کفار میخوایم انقدر کمک بکنیم که سقف خونهشون هم از طلا بشه. پس چقدر خوبه بریم کافر بشیم، هم خدا گوشمالی بهمون نمیده، هم وضعمون خیلی عالی میشه دیگه. خودش گفت، گفت قرآن گفته، خدا گفته تو قرآن که کفار ما گوشمالی نمیدی. خب پس آقای خانم بیا حرف اینو گوش بدین، حرف قرآنتون رو گوش بدین، کافر بشید که گوشمالی هم بهتون خدا نمیده، خیلی وضعتون خوب میشه، همه چی عالی میشه، رودخونه هم پر از آب میشه و همه چی تا سقف خونتون هم طلا میشه، وضع مالیاتون هم خوب میشه. خب این چه دینیه که آدم باید اگر داشته باشدش دائم خدا داره گوشمالیش میده؟ شاید داره میگه گوشمالی میده که میگه تو چه رفتی مسلمون شدی؟ عقل تو سرت نبوده؟ پس خوب گوشمالیت میدم. لابد برای اینه دیگه که کفار رو گوشمالی نمیده ولی مسلمون رو گوشمالی میده. میخوای بگی چی؟ میخوای بگی اون دنیا به تو نمیدونم چیزهای خوبو میده، همه چیزو میده؟ نه آقا جون، سیلی نقد به از حلوای نسی است. مال من یکی رو همه چیز میخوای بده، همه خوباشو همینجا بده، چون مثلا اعتقادی به اون طرف ندارم که وجود داشته باشه. مردمو گذاشتیم سر کار، شراب حرامه ولی اون دنیا شراب آزاده. ما در قرآن اومده که آیه های اومده برای شراب بهشت، که شراب های عمودی داریم، عمودی همون آبشاره، یعنی آبشار شراب میریزیش وای میسی و ده بخور. بعد افقی داریم یعنی رودخونه ای، میری تو رودخونه شراب میخوری. اینا هم شراب هایی داریم که فوران میزنه، یعنی چشمه، چشمه های شراب. خب چطور شراب خوری اگر بده باید اون ورم بد باشه، اگر خوبه چطور میشه که این ور بده؟ اون ور سه نوع چهار نوع مدل های مختلف شراب رو برات گذاشته برای بهشتیه. خب پس همینجا هم که هم شراب هستش و هم نمیدونم حضورتون عرض کنم که سبزه و درخت و آب و همه چی هستش، همین دنیا میریم شرابمون رو لب آب رو میخوریم و انگار که تو بهشتیم دیگه. چرا منتظر بشیم که حتما بمیریم بعد بیایم اونجا؟ اگرم بده بعد هم این طرف باید بد باشه هم اون طرف باید بد باشه. چطور اون طرف همه چی آزاده، هر افتضاح کاری که بکنی؟ بعد واقعا که بعد میگه خانوما که کنار رودخونه یه خوش بایستادن عکس گرفتن که اون بالاش هم خوش بشه. مردک مگه اگه بگی بی حجاب بودن بایستادن عکس گرفتن، حالا میگیم چون میگی بی حجاب بودن، آخه برای چی اگه بغل رودخونه آدم عکس بگیره رودخونه خوش میشه؟ آخه این حرفا رو شما از کجاتون در میاریم میزنین؟ چقدر شماها چاخانا دروغ و حق بازی تو این مغزتون پره؟ چقدر واقعا به خود خمینی گفت از ابتدا که آیات قتال رو بخونید، همش آیات نماز روزه نخونید. خب راست گفت، این خودش دیوونه بود، وحشی هم بود، ولی گاهی اوقات یه حرفایی میزد که راست بود. از اینا دیگه هیچیش راست نیست حرفاشون، همش دروغ دروغ دروغ.
اما اون از اونجا که وحشی بود و خل دیوونه بود یه مقدارش خود از دهنش میپرید بیرون میگفت ملاحظه بکنید. اما ملتی که پای صحبت های این آدم میشستن، من میخوام ببینم که این اینا رو میگفت شماها چجور هنوز پیروش بودید؟ چجوری تو هنوز پیروش بودید و نمیدونم خامنه‌ای امام میکردید و نمیدونم اینو فرشته میدونستید و اینا چتون بود؟ مغزای شما هم تکون خورده بود؟ ببینید آه مهندس سیاوش اگه لطف بفرمایید شماره سه رو لطف بفرمایید بذارید خیلی ممنون میشم. شما احکام اسلام را نرید سراغ احکام فقط نماز و روزه، اونا هم باید بگید، اما احکام اسلام که منحصر در این نیست. شما سوره براءت رو برای مردم چرا نمیخونید؟ شما آیات قتال رو چرا نمیخونید؟ آیات رحمت رو میخونید؟ قرآن با اشخاصی که مسلمند و معتقدند و ایمان به خدا دارن به برادری رفتار میکنن، با اشخاصی که برخلاف این هستن اونها رو میگه بکشید، بزنید، حبس کنید. اشداء علی الکفار، شما همون طرفش رو گرفتید زمینم میخورید. امیرالمومنین اگر بنا بود که خیر هی مسامحه کند، خب این خلاف کرد چه شمشیر نمیکش 700 نفر رو یه دفعه بکشه. تا آخر اون اشخاصی که قیام کرده بودن به ضدش که آخری برای ضد اسلام بود دیگه، تا آخرشون کشل چند نفر که فرار کردن بعدم آمدن اون فساد کردن. هر رادیو رو شما باز کنید از ایران تکذیب میکنه، از اختناق ایران، از جنایات ایران، از زندانهای ایران، از شکنجه های ایران، از کشتار بدون محاکمه، استبداد هست، فاشیستی از امثال این عبارات، و هر تروری در عالم واقع میشد دست ایران در کار است. اینها تقویت میکند ایران را. وقتی ملت ها دیدن که آمریکا دور قصر خودش و دور کاخ سفید صد ایجاد میکند که نبادا از ایران برن اونجا را منفجر کنن، مردم قدرت ایران را میفهمن، میفهمن که اسلام همچه قدرتی داره. خب دیدید که خب شما این حرفا رو از خامنه میشنفتید دیگه، میشه بازم طرفدارش بودید دیگه، چون موقعی هم که مرده بود میبردن ببرن خاکش بکنن، اوه جمعیت چجوری بود که تابوت آقا چپ شد و کفنش رو تیکه پاره کردن که بردارن که نمیدونم براشون نمیدونم چی بیاره، خوبی بیاره و برکت بیاره و نعمت بیاره و شفا دهنده باشه و اینا. مگه نکردی این جمعیت چی بود؟ از کجا اومده بودن دنبال خمینی؟ اینا رو میشنیدی باز دوباره طرفدارش بودی؟ خب خودش هم گفت دیگه آیات قرآن رو گفتش، انقدر نماز روزه و ایناشو نگید، خب اونا رو یه دفعه بگید، ولی آیات قتالشو بگید چه باید بکشین. مگه امیرالمومنین اگر میخواست بگه نه حالا اینه کاش کن، نه شمشیر کشید 700 نفر رو کش یه جا، بله 700 نفر رو در یک روز کشته، 700 نفر رو گردن زده. من نمیدونم چه جونی داشته که بالاخره 700 تا گردن بخوای بزنی یه صبح تا شب بیشتر طول میکشه باید بکشه. 700 نفر رو امیرم این خوبه از محسنات علی ابن ابی طالبه که در یک روز 700 نفر رو کشته؟ کدوم دین دیگه که به هستش که پیغمبرش و امامش انقدر آدم بکشه بعد طرفدارانش هم بگم خیلی خوبه طرفش باشن؟ من نمیدونم موسا، ایسا، نمیدونم بودا، اینا هیچ کدومشون
عیسی که بیچاره همش داره از مهر و محبت و نمیدونم این چیزا صحبت میکنه، اینا خود موساش هم که دستور داده که بکشید، نمیدونم سر بزنید، نمیدونم فلان، یا خودش سر کسی رو زده باشه و اینا. اونم ما ندیدیم که، نخوندیم که همچین چیزایی باشه، که خود شخص پیغمبرشون یعنی موسی خیلی هم که عصبانی شد رفت تو کوه نور، اونجا 10 پیام آورد از طرف خداوند. حالا به هر حال، ولی کسی رو نزد بکشه. یا خود بودا که اومد رفت بدبخت، یه شاهزاده ای هم بودش، لباساشو در آورد یه پارچه دور خودش بس رفت زیر درخت انجیر نشست و حرفای فلسفی میزد و بعدم نمیگفت من پیغمبرم هستم، بعدم طرفداراش اونو پیغمبر کردن. اینو نه هیچ دین دیگری ندیدیم که پیغمبرش انقدر آدم کشته باشه، انقدر جنگ کرده باشه، تجاوز کرده باشه، یا امامش 700 رو کشته باشه، اینم با خیلی افتخار بگه امیرالمومنین در یه روز 700 رو کشت، پس ما باید بیشتر بکشیم. بله دیگه، رو این حساب اومدن اون قتل عامو از ارتشیان ما کردن، واقعا قتل عام کردن از ارتشیان ما. حالا اون سرکرده‌هاشون که معروف بودن و عکساشون رو توی روزنامه انداختن، عکسای تیر بارون شده هاشون که تیر تو چشم طرف خورده بود، اصلا وحشتناک وحشتناک واقعا. به غیر از اونها که خب همه میشناختن، مثل خسروداد و موزودون از خودم جهانبانی و رحیمی و اینا که دیگه همه میشناختنشون، کلی از شهربانی کشته، کلی از همون گارد جاویدان همه رو کشت، افراد گارد جاویدان رو همه رو کشت. امیرالمومنین شده بود دیگه، همه رو کشت، خلخالی. بعد اون یکی آخونده میاد میگه حالا اگر یکی میخواد بره کافر بشه بره بشه، ولی حق نداره بیاد دادار دودور رو بکنه و به این بگه و به اون بگه و اینها، اون کارا رو بخواد بکنه ما میکشیم، خوبم میکشیمش. چرا میترسی که یه نفر بیاد توضیح بده؟ برای اینکه دستتون رو میشه، برای اینکه مردم زده میشن، برای اینکه مردم واقعیت رو میفهمن. مهندس یواش خان اگر لطف بفرمایید این کلیپ هم بذارید خیلی ممنون میشم. شماره 4 هستش. مرسی. مسلمون بودم نمیخوام مسلمون بمونم، مگه زوره؟ مگه آزاد نیستم؟ بله تو آزادی، مسلمونی، میخوای بری بیدین شی به جهنم، مردشو رو خودتو ببرن و دینداری تو سر به تنت نباشه. اما اگه تو میخوای بیره علنی کنی، جار بزنی، توطئه کنی، دو دور را بندازی توی کوچه خیابون، نه ما هم چه اجازهی به تو نمیدیم. تو میخوای بری کافر شی به جهنم، برو کافر شو، تو خونه در غلطی میخوای بکنی بکن. تو و 4 دیگه مثل تو بیان مسلمون بشن، باز فردا از دین برگردن، بعد بیان تو خیابون دار بزنن، بعد نمیدونم فلان کنن، بعد داستان را بندازید و بعد کل دین را و اسلام را و قرآن را و شریعت را بخواین زیر سوال ببرن، نه ما همچی اجازه به تو نمیدیم. میکشیم، خوب هم میکشیم. غلط میکنیم، نباید زیر سوال برد قرآن و شریعت و اینا. چرا؟ اگر حقه، اگر خوبه، اگر درسته، بذار طرف سوال کنه، تو هم مثل آدم جوابشو بده، براش توضیح بده، بذار بفهمه اشتباه کرده، خیلی هم چیز خوبیه. چون جوابی نداری بدی، چون دستتون رو میشه، میکشیم، خوبم میکشیم، خیلی غلط میکنیم. ولی خب کشتن هم اونایی که حمله کردن به ایران در جنگ قادسیه 20 فکر نکنید جنگ ایران رو در یک جنگ و در یک روز گرفتن، نه، ایران وسیع و گسترده اون روز رو 20 طول کشید تا تونستن بگیرن.
تازه برخی از مناطقی که 200 سال بعد مثلا منطقه تبرستان کوه و اینا بود که اعراب سختشون بود بخوان برن اون طرف، 200 سال بعد از اینکه اسلام اومده بود توی ایران تونستن اونجا ها رو مسلمون بکنن. بازه میکنید اگر که هم اونایی که حمله کردن توضیحی نداشتن برای این مذهبشون، به زور شمشیر یا مسلمون شو یا سرتو میزنیم یا باید پول بدی خراج بدی، هم تو میگی یه چیز نباید زیر سوال ببریم. چرا؟ چون جوابی براش نداری، هیچ جوابی نداری. یک سری دزد جنایتکار چی میدونم بی وطن که اصلا وطن نمیدونید یعنی چی، اخلاقای بسیار کثیف ضد انسانی ضد بشری در وجودتون هست، اومدین مملکت ما رو به یغما گرفتید. ملاحظه میکنید و اینجور دارین نابودش میکنید، از بین ببریدش. ولی پایان کارتون رسیده، باور کنید یه کلیپ بود، نخواستم دیگه اونو نشون میدم، این قبر سلمان فارسی که نزدیکی‌های شیراز یه جا، تمام تو اون رفته بودن اون تو، حضرت میخوام اون تو رو تبدیل به توالت کرده بودن. واقعا خیلی کلیپش بود، دیدم دیشب داشتم نگاه میکردم، فرستاده بودم بچه ها بگه نخواستم نشون بدم، خیلی بد بود، همه این توالت کار بد کرده بودن تمام این چیزا. حالا این اینایی که روشن شدن میترسن ظاهر کنن که بیدینن و متنفرن از شماها، کوچکترین راهی پیدا بکنن که پیدا میکنن به زودی راهشم، دمای از روزگارتون درارن که اون سرش ناپیدا. با پول ملت بچه هاتون رو میفرستین توی امریکا، همین امریکای جهانخوار، همین امپریالیسم، همین که پرچمش رو آتیش میزنید مرگ بر امریکا میکنید، میفرستید اینجا تحصیل کن، همه تون بچه هاتون رو فرستادین توی امریکا، یا بعض برخی هم تون رو فرستادن انگلیس و کانادا، ولی تو خود امریکا هم پرن بچه آخوندا، بچه های این دولتی ها همشون توی اروپا. همین معصومه ابتکار که اون همه از دیوار سفارت رفت بالا و جنایت کرد و اینا با اون ریخت کثیفش، بچه اینجاست دیگه. این آقای سینا، حضورتون عرض کنم که خیلی ساعت چنده؟ 17 دقیقه، خواستم کلیپو بذارم 3 دقیقه است، اینو ببینید بعد میریم سرتای، خیلی جالبه. این آقای سینا اسمش چی بود، حالا فامیلیشو نمیدونم، این چیز میکنه، استنداپ کمدی میکنه، یعنی میسه جوک میگه ولی انتقادی، یعنی انتقاد میکنه از سردمداران رژیم و کارهایی که اساسا کردن نشون میده، خیلی جالبه بانم اگه میخوام یه تیکش رو ببینید. خیلی راجب مرد است که داره صحبت کنه میکنه، بعدم داره فوش میده، بعد آریزونا رو هم میگه آرزو اینا، ملاحظه کنید. و حالا این تیکر ببینید، حتما لذت ببرید، برای انبساط خاطرم بد نیستش، اینو ببینید بعد میریم سر سال قرن هفته. مهندس سرش خالی لطف بفرمایید کلیپ شماره 6 رو بذارید، بسیار سپاسگزار میشم. گرانی ها به پاستور، بهارستان و باب همایون و میرداماد ارتباط دارد، نه به جورجیا و میشیگان و آرزینا و آرزینا. راست میگه دیگه بنده خدا، بابا آرزینا واقعا چه ربطی دارن به گرونی؟ من میشناسم آرزینا رو، خیلی خانواده خوب و محترم، خودش نه البته، ولی خب آخه چرا پای سر مردم حرف میزنید؟ اونی که باید خیرشو بگیرید به خاطر وضعیت فعلی آرزو اینا نیستن که، معصوم اینان. خانم ابتکار که ابتدای انقلاب جزء
حالا سابقش مشخصه. چرا الان پسرش تو آمریکا درس میخونه و زندگی میکنه؟ تو چه سؤال احمقانه یکی میپرسید؟ خب دلیلش مشخصه دیگه، به همون دلیلی که بقیه آقازاده ها رفتن آمریکا که درس بخونن و سفیران گویای نظام بشن. آمریکا اخ هست ولی فقط واسه مردم عادی، نه واسه مسئولان و جد آبادشون. که من پدرم آمریکا درس خونده بود، مرحوم دکتر تقی ابتکار، در این حالی که آمریکا درس خونده بود ولی یک فرد کاملا مسلمان و پایبند. کلن خانوادگی نسلن در نسل پاتوقشون آمریکا بوده، یعنی من فکر کنم شجره نامه ایشون اگه بررسی کنیم تش بخوریم به کریستوف کولوم. رو همین حساب پسر هم راه پدر بزرگش رو در پیش گرفته دیگه. در واقع پدر این بزرگوار هم یکی بوده مثل داماد اون بزرگوار. ایشون که شوهرش در یک خانواده شهید پروری اصلا در آمریکا به دنیا آمده. بله، خانواده های شهید پرور جنگ های آرزوینای شمالی بوده. فقط من نمیدونم چرا خانواده شهید پرور آمریکا ستیز تحصیل کرده یه اهل علم و ادب فرزندشون رو آمریکا به دنیا آوردن. مادر شوهر ایشون الان در آمریکا استاد دانشگاهه، پدر شوهرشون هم استاد دانشگاه بوده. خوبه ایشالا اینقدر پوز فامیلای دامادتون رو نده به بقیه مسئولی. استاد دانشگاه بودن که بودن، واسه خودشون بودن. مسئول خانم شما هم بگو بهشون پدرتون اونجا کجا پیشنهاد داشته، بگو روشون رو کم کن. ببینید که من پدرم ناسا بهش پیشنهاد داد، پدر گفت نه من علاقمندم برم ایران. بله ناسا بهش پیشنهاد داده بودن، حالا اینکه چه پیشنهادی داده بودن من دیگه نمیدونم، ولی اینو میدونم که اگه ناسایی ها همین مصاحبه رو یه بار تماشا کنن حتما به خود ایشون هم پیشنهاد میدن که کدوم پارک لوازم فضانوردی رو تهیه میکنه برای ما هم بگیر. به هر حال ایشون هم فضانوردیش عین سفارت نوردیش عالیه. The United States is an imperialist power and it's one of the characteristics of an imperialist power to plant spy dens. دیوید USA دیوید USA چی شد آقا؟ مشت بزنیم تو دهن آمریکا. مشت دیوید USA دیوید USA. دیوید کی هست آقا؟ مرد درد. فقط حاج آقا مشت نزن تو دهن آمریکا، شما سنت هم بالاست، درست نمیتونی دهن آمریکا رو هدف بگیری، یه دفعه میزنی تو دهن بچه معصوم اینا و داماد اونا. شما الان تو دهن آمریکا که هیچ، هر جای آمریکا مشت بزنی میخوره تو دک و دهن یکی از آزادهای خودمون، اون وقت دیگه همون دیوید رو میکنن تو او اس آ. طنز خیلی جالب، انتقادی میکنن و من گفتم اینو ببینیم بعد نیست واقعا، هم برای که همشون اینجا بچه‌هاشون همش دارن خوش میگذرونن با پول ملت. خب حضورتون عرض کنم که ممکنه مشت بخوره به دهن یکی از مسئولین رژیم، بچه‌هاشون هم این راست هم میگه. حضورتون عرض کنم که ما هفته پیش در ارتباط همکاری انگلیس معممین با دولت انگلستان سخن میگفتیم، یعنی اصلا برنامه گذشته، و هفته پیش توضیح دادیم که بله دولت انگلستان چون هندوستان رو تصرف کرده بود، مستعمره خودش کرده بود، و ایران هم به حال همسایه هندوستان بود چون پاکستانی در کار نبود، پاکستان بخشی از هندوستان بود و ما همسایه شرقیمون هندوستان بود، از ترس اینکه مبادا ایران دوباره نیرومند بشه مثل زمان نادر و بخواد به هندوستان که حالا مستعمره انگلیس شده بود و داشت میچاپید حمله یه چیزی بکنه، تصمیم گرفتش که ایران رو کاری بکنه که همیشه فقر و بدبختی و مرگ و فلاکت و بیچارگی در ایران باشه و همیشه هم یک پادشاهان بسیار ذلیل و زبون و بی عرضه سرکار باشن که یک وقت فیلشون یاد هندوستان نکنه بخوان و حمله به هندوستان بکنن، یعنی ضعیف و ذلیل باشن که اینها بتونن اینا رو تحت نفوذ خودشون در بیارن. و برای اینکه بتونه ایران رو خیلی ضعیف بکنه چیکار کرد دولت انگلستان؟ از طریق معممین هم برای جنگ‌های دوره اول در واقع در آخوندهای
که در دربار فتحعلی شاه بودن وادار کردن که جنگ های ایران و روس رو آغاز بکنن. ما سر گرجستان اختلافاتی داشتیم از زمان آقا محمد خان قاجار، ولی اختلافات رو میشد با نامه‌نگاری و از طریق دیپلماسی حل کرد، نه اینکه جنگ بکنن. به هر حال در این جنگ شکست خوردیم و قرارداد گلستان بسته شد و بخشایی از سرزمین هامون در شمال رود ارس رو از دست دادیم. و جالبه که موقعی که این قرارداد گلستان میخواست نوشته شه بسته بشه، انگلیس هم سفیر انگلیس هم حضور داشت، ملاحظه میکنید، و کاری کرد که این قرارداد طوری بسته بشه که همیشه جا برای اختلاف و به راه انداختن جنگ های دوره دوم ایران و روس باقی بمونه. و اون چی بود؟ اون بود این بود که در این قرارداد سرحدات دقیق ایران با روسیه معین نشد، چون بخش از سرزمین ها رو روسا گرفته بودن، و در این قرارداد طوری نوشتن که یعنی انگلیس ها این قرارداد رو پیشنهاد دادن به دو جمهوری، میگم جمهوری اسلامی به دولت فتحعلی شاهی، که طوری نوشته شد که گفتن بعدن این سرحدات رو میریم مشخص میکنیم. ولی خب این یه چیزی بود برای اختلافات بعدی. برحال که بعد از این جنگ های دوره اول ایران روس، ولی هنوز ارتش ایران اونقدر باز ذلیل و زبون نشده بود. چرا؟ چون عباس میرزا که ولی عهد فتحعلی شاه بود تونست شورش های داخلی رو سرکوب کنه و حتی در جنگ هایی که ما اختلافات مرزی با عثمانی داشتیم، امپراتوری عثمانی داشتیم، در اون جنگ ها هم در واقع پیروز بشه. و این پیروزی ها رو گفتیم انگلیس ها خوششون نیمد و احساس کردن که نه، هنوز اونقدر که باید ایران ذلیل و زبون و خار نشده. و بهانه هم که بود که جنگ را بندازن، ولی کن گفتم نه دربار بی پول و اسلحه فتحعلی شاه حاضر بود جنگ های دور دوم رو شروع بکنه، نه تزار روسیه، نه تزار روسیه یعنی تزار روسیه که از جنگ هایی که با ناپلئون کرده بود، بعد از جنگ هایی که با ما کرده بود با ناپلئون کرده بود، خسته از جنگ هایی با ناپلئون، اونم حاضر نبود دیگه جنگ دیگری رو شروع بکنه. این بود که انگلیس ها به یاران همیشه وفادارشون یعنی معممین رجوع کردن. و اون موقع یکی از این آخوندهایی که درجه اجتهاد رسیده بود و مرجع تقلید شیعیان بود و در کربلا زندگی میکرد به نام سید محمد مجتهد، از نوادگان سید باقر شفتی، سید باقر از نوایندگان نوادگان سید باقر مجلسی. برحال اون از اون خواستن که دستور یا فتوای جهاد رو صادر کنه علیه کفار روس، که فتحعلی شاه هم گفتیم خیلی مذهبی بود، دیندار بود و خیلی اسلام پناه بود و به این یارو مردک سید محمد مجتهد خیلی مخلص اون بود، به طوری که خود تونه کابونی یک آخوندیه که در رابطه با معممین در هم ایام کتاب رو نوشته، در واقع در دوران قاجار کتاب رو نوشته که در رابطه با آخونداست، همش از آخوندهای اون دوره تعریف کرده و اینها، میگه که خوندم براتون که سلطان مرحوم فتحعلی شاه خیلی مخلص این یارو سید محمد مجتهد بود و او دستور داد که فتوای جهاد رو صادر کرد، امر به جهاد کرد و دیگه برای برای این فتحعلی شاه هم چاره جز این نبود که سپاه جمع بکنه و آماده جنگ بشه. خب داستان از این قرار بود که این سید محمد مجتهد بعد از اینکه با بقیه آخونده بعد از اینکه به دستور دولت انگلستان حکم جهاد رو صادر کرد علیه روس‌ها، ببینید برای انگلیس ها کار میکنن، پول میگیرن، مفخوری میکنن،
حضورتون هست که از موقوفات انگلیس پول میگیرن میخورن، اونا کافر نیستن، اشکال نداره، ولی یه روسا چون میخوان جنگ را بندازن کافر شدن، جنگ با کفار، کفار روس. برحال گفتیم این سید محمد مجتهد بعد از اینکه به دستور دولت انگلیس فتوای یا حکم جهاد با کفار روس رو صادر کرد، همراه یه عده دیگری از علما به قول خودشون و طلاب و عوام الناس، مردم عادی که هیچ کمترین آگاهی از مسائل سیاسی و نظامی نداشتن، از کربلا راه افتادن به طرف ایران و این یارو سید محمد مجتهد به بقیه مؤمنین معروف ایران هم دستور داد که آماده باشن که وقتی که اینا میرسن به ایران همراه با اون یکی از مؤمنین که مقیم ایران هستن، همشون با هم به اردوگاه فتلی شاه در سلطانیه برن و وقتی که همه به اردوگاه فتلی شاه رفتن، این آخوندها همشون با هم حکم جهاد با کفار روس رو صادر کنن. لازم کنین خدمتون بگم که عباس میرزا ولیعهد فتلی شاه که سرکرده سپاه هم اون بود بیچاره، با اینکه میدونست پدرش فتلی شاه مرد اون نیست که در برابر این آخوندا بیسته و این جنگ رو شروع نکنه، با این حال بسیار بسیار تلاش کرد که از مسافه یا جنگ یک مشت آدم بی چیز و بی اسلحه با ارتش نیرومند روس جلوگیری بکنه. من در این رابطه مفصل در کتابم توضیح دادم، اینجا فقط یه خلاصه دارم میگم. یعنی تمام تلاشش رو عباس میرزا، حتی دو تا دیگه از وزرای فتلی شاه هم راضی کرد که اونها هم خیلی تلاش کردن که این قائله رو بخوابونن و نذارن که یه چیزی این اتفاق بیفته. خب برای اینکه در جنگ های دوره اول ایران روس عباس میرزا دیده بود که چقدر این سپاه روسیه هم تعلیم دیدن هم اسلحه های نوین دارن و الان که اینها یه سری جنگ اول با خود روسا کردن بعد یه سری جنگ با عثمانی جنگ کردن، دیگه بیشتر ضعیف شدن و نیرو و توان جنگ ندارن دیگه با روسا به هیچ وجه، و اگر جنگی بکنن نتیجهش بدون تردید شکست خواهد بود. این بود که بسیار بسیار عباس میرزا تلاش کرد که این قائله رو بخوابونه و جنگی شروع نشه. لازم میکنین اما به قول خودشون علما، به قول من آخونده و مؤممین، نگذاشتن که تردید و دودلی در به شاه یعنی به فتلی شاه غلبه بکنه و تهدیدش هم کردن که اگر از فرمان ما سرپیچی بکنی پس مسلمون نیستی، جهاد با کفار روس نکنی پس مسلمون نیستی و ما میریم یه پادشاه مسلمون بر خودمون پیدا میکنیم. شما ببینید دوره فتلی شاه قاجاره، یعنی این که اینقدر نوکر آخوندا بوده بازم اینم تهدیدش میکنن که تو اگر نری جنگ با کفار روس رو شروع نکنی، جنگ های دور دومو، ما میریم یه پادشاه مسلمون برای خودمون پیدا میکنیم. یعنی چی؟ یعنی قدرت اینو داشتن که از کار بر کنارش بکنن فتلی شاهو و مردم مذهب زده ما که واقعا افیون مذهب رو سر کشیده بودن واقعا تحت تأثیر این آخوندها بودن و اینا میتونستن از این طریق فتلی شاه رو از کار بر کنار کنن. ببخشید اجازه بدین من. خیلی ببخشید. تا حتی ناسخ التواریخ می نویسه تا حتی سفیر روس خودش خواست به دیدار این آخوندها بره باشون صحبت بکنه
که جنگ رو شروع نکنن، جنگی رو شروع نکنن، چون گفتم اونام نمیخواستن دیگه به جنگن. این خیلی مهمه، برای همین برای که مستند بودن سخنم اینن برای شما میخونم از ناسخ التواریخ. ناسخ التواریخ، تاریخ قاجار، این سه جلده، این الان من جلد دومه دارم میخونم خدمتتون. ببینید که چی میگه. خب حضورتون عرض کنم که ناصر التواریخ مینویسه حتی سفیر رو، تمنا میکنم خوب دقت بفرمایید بینندگان گرامی، درسته که تاریخ ایرانه و ببینید که از چه زمانی، فقط در انقلاب اسلامی 57 نیستش که این معممین نوکر اجنبی بودن و کمر به نابودی ایران بستن. در کل تاریخ ما از بعد از حمله عرب و بعد از اینکه خلفای بنی امیه و بنی عباس به ایران فرمان روایی کردن، دیگه قدرت افتاد دست این آخوندهای، حالا یا یه سریشونه که همین اواخر دولت انگلستان گفتم خدمتتون از هندوستان وارد ایران کرد. لازم کنیم یکیش هم همین بابا بزرگ خمینیه، پدر نه پدر بزرگ خمینی از هندوستان اومد، لازم کنیم. و اینا رو که فرستاد دیگه خیالش خوب راحت شد که اختیار آخوندهای ایران رو حسابی در دست داره. لازم کنیم برحال ببینید از چه تاریخی اینها بر ضد ایران ایرانی و برای نابود کردن ایران ایرانی با اجانب و بیگانگان کار میکردن، هم دست بودن برای که هم پول فراوانتری بگیرن، هم قدرت و نفوذ بیشتری باز در جامعه پیدا کنن. خب ببینید چی میگه. مینویسه حتی سفیر روس خواست تا با مجتهدین دیدار کند، بلکه ایشان را از اندیشه جدال فرود آورد. خود سفیر روس حاضر شده بره با این آخوند نکبتی ها صحبت کنه، شاید اونا رو در واقع وادار کنه، یعنی بهشون قول وعده بده که یه جوری راضیشون بکنه که دست از این جنگ را انداختن بردارن، جنگ را نندازن. بله، ایشان را از اندیشه جدال فرود آورد و خیشتن برگردن نهد که دست روسیان را از حدود ایران باز دارد. یعنی چی؟ یعنی خودش هم تعهد میکرد سفیر روس که خیشتن برگردن نهد، یعنی خودش هم تعهد میکرد که دست روسیان رو، روسها رو از حدود ایران کوتاه کنه، یعنی روس‌ها رو از مرزای ایران، یعنی حتی اون مناطقی رو که گرفتن در جنگ‌های دوره اول، اونجا هم دست روس‌ها رو کوتاه کنه از اون مناطق. حالا بیشتر توضیح میده خود ناسخ التواریخ، من میخونم براتون. میگه اما مجتهدین، خوب دقت بفرمایید، اما مجتهدین در پاسخ گفتند که در شریعت ما با کفار از در مهر و حفاظت سخن گفتن گناهی بزرگ می باشد. آخوندها گفتن ما اصلا با روسا نمی خواهیم صحبت کنیم، چون در دین ما، در شریعت ما اومده که ما با کافرا از در مهر، یعنی دوستی، حفاظت هم همون محبت میشه و محبت سخن گفتن حرومه، ما نباید با از راه دوستی با کفار صحبت بکنیم. چطور از انگلیس ها پول میگیرین؟ و من اون دفعه خوندم اون سرکرده شون که ناخوناش هم حنا بسته بود بلند کرده بود براتون خدمتتون خوندم، سید ابراهیم یزدی توی نجف که با عثمانی در افتاده بود، لازم کنیم چطور اون با انگلیسا نشسته بود صحبت کرده بود و بقیه‌تون هم باشون صحبت کنی؟ اونا اشکال نداره نوکر اونا باشین، اما اگه سفیر روس میخواد به شما صحبت کنه که قول بده که حتی روسا از اون مناطق هم بیرون برن، تو میگی نه
ما در شریعت ما اومده که ما با کافر نباید صحبت کنیم، با از راه دوستی نباید صحبت بکنیم. و خب اینجا رو دقت کنیم، میگه و اگر چه روسیان از حدود ایران بیرون شوند، باز هم جهاد با ایشان را لازم میدانیم. یعنی همطور که ملاحظه میکنید سفیر روس حاضر شده بود که حتی سرزمین هایی که ما در قرارداد گلستان در جنگ های دوره اول ایران روس از دست داده بودیم هم پس بدن به ما، یعنی صحبت کنن و از سزار روس خواهش کنه که اون مناطق هم به ما پس بدن که در جنگ های دوره اول ایران روس از ما گرفتن. ولی آخوندها چی گفتن؟ گفتن حتی اگر روس ها از سرزمین های ما بیرون برن، یعنی از اون مناطق هم بهمون پس بدن، بازم ما جهاد با کفار روس را واجب میدانیم، بازم ما جنگ با روس ها رو، کفار روس رو واجب میدونیم. یعنی بازم ما باید این جنگ را، یعنی در واقع همینان عزیزم، جنگ میبایستی که به دستور ارباب بزرگ یعنی انگلیس آغاز میشد، این بود که معممین به هیچ صراطی مستقیم نبودن دیگه. من به هیچ صراطی اونجوری مستقیم نبودم. همین، متاسفانه وقت تموم شد، برای اینکه من مطالب دیگر رو صحبت کردم نمیتونستم نکنم. و این تو اینجا رو داشته باشید، یعنی روس ها، سفیر روس حاضر شد سرزمین هایی که ما دوره اول جنگ های ایران روس رو با شکست خورده بودیم داده روس ها از ما گرفته بودن، اونا رو هم بهمون پس بدن که جنگ شروع نشه. چون میگم با ناپلئون، تازه از جنگ با ناپلئون خلاص شده بودن، اصلا دیگه نمیخواستن فعلا جنگ بکنن. ولی آخوندها گفتن که نه، حتی اگر اون مناطق هم بهمون پس بدین، بازم ما جنگ با کفار روس رو واجب میدونیم. چرا واجب میدونین اگه برن؟ یعنی ببینید هم میانان من، فقط امروز نیستش که این آخوندها کمر به نابودی ایران و ایرانی بستن، آبشو میدن، برقشو میدن، نمیدونم خاکشو میدن، دیگه نقشه ایران رو که میکشن به هیچ وجه، نه دریای شمال رو میکشن در بالاش کاسپین رو، نه خلیج فارس رو میکشن اون آبو، هیچ کدومو، خود ایران خالی رو میکشن، دارن چشما رو عادت میدن که خلیج فارس هم بدن برن، شاید هم دادن به چینی، ما خبر نداریم که تو نقشه اینجور برن. یعنی فقط امروز نیست که اینها میگم کمر به نابودی ایران ایرانی بستن، در طول تاریخ مملکت ما، از بعد از اینکه اسلام به ایران اومد و بعد از اینکه خلفا خوب به ما فرمان روایی کردن و خوردن و کشتن و بردن، ملاحظه میکنید بعد از این خود این همین آخوندان که دست در دست بیگانگان بودن، یه روز روسه، یه روز انگلیسه، یه روز آلمانه، یه روز فرانسه است، در جنگ های دوره اول با آلمان ها هم کاری میکردن آخوندا، که میگفتن ویلهلم، کایزر ویلهلم مسلمان شده، مکه هم رفته، اسمشو گذاشته حاج محمد ویلهلم. میدونید بنابراین این که من در بخش اول مطالبی رو در رابطه با اسلام گفتم، برای این که از طریق این دینه که ما رو به این بدبختی کشوندن، عوامل این دین، دکانداران این دین هستن که ما رو به این بیچارگی کشوندن، هم اون زمان، هم در طول تاریخ، هم در انقلاب اسلامی 57. ملاحظه میکنید؟ اجازه بدید ادامه این گفتار رو هفته آینده پی بگیریم. با سپاس فراوان از کارگردان گرامی برنامه، مهندس یواش خان عزیز، برای یکایی که شما عزیزان شب و روز خوش رو آرزو میکنم، روز روزگار خوش. از همیانان هم سپاس گذارم، مرسی، محبت کردید، همیاری دارید میکنید، بسیار سپاس گذارم. خواستم اول برنامه بگم ولی الان دارم میگم، فردا هم خب با شما هستم، ادامه میدیم صحبتمون رو در ارتباط با انقلاب اسلامی. روز روزگار خوش.